سلام من الیاس فرخم اینجا پرشن ترند و فکر کنم تو این چند روزی که من در خدمتتون نبودم و ویدیو نساختم اتفاقات خیلی زیادی افتاد از حمله نیروهای کتایب به ها و کشته شدن چند آمریکایی تا تهدید عجیب و غریب آمریکاییا برای حمله به نیروهای ایرانی توی این ویدیو قرار همه این موارد رو با همدیگه بررسی کنیم اول اینکه بابت گرفتگی صدام ازتون عذرخواهی میکنم سختترین بیماری زندگیم رو تجربه کردم و واقعا خیلی تو این یک هفته اذیت شدم ولی خدا رو شکر به لطف شما و پیگیری شما دوباره حالم بهتر شد و در خدمتتون هستم اما برای کسایی که نمیدونن ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاده و ماجرا سر چیه و داستان اصلا از کجا شروع شده بعد از اتفاقات هفته اکتبر و حمله حماس به اسرائیل و به دنبال اون حمله اسرائیلیا به حماس محور مقاومت شمشیر خودشون رو از رو بستن و حملات خودشون رو به نیروهای آمریکایی و اسرائیلی گسترش دادن نیروهای تحت حمایت ایران که توی سوریه و عراق بودند، تمرکزشون برای زدن پایگاههای آمریکایی بود تا یه جورایی اونها رو مجبور بکنن از ترس جونشون هم که شده پایگاههای خودشون رو تخلیه بکنن و از عراق و سوریه برن این بهترین آرزویی بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتند. یعنی ترک منطقه توسط آمریکایی‌ها هدفشون هم این بود شرایط رو یه جوری برای آمریکا سخت بکنن و پیچیده بکنن که اونها با هزینه امنیتی بالایی که بهشون وارد میشد ترجیح میدادن که مثلا پایگاه های خودشون رو تخلیه بکنن و سوریه و عراق رو در اختیار جمهوری اسلامی بذارن البته به نظر من خب خیلی ایده ساده لوحانه ای میتونه باشه از نظر من البته شاید حالا بعضی بهش اعتقاد داشته باشن اما حملات متعددی هم انجام شد چه با موشک چه با پهپادهای انتحاری و معمولا اکثرشون یا رهگیری میشدن یا توی نقاط غیر مهم میخوردن و خسارتی نداشت و کشته نداشت تا اینکه یکی از این پهپادهای انتحاری میخوره به جایی که نباید بخوره و حدود 20 آمریکایی زخمی میشن و سه سرباز آمریکایی هم کشته میشه و این یعنی یک شروع بحران چه برای جمهوری اسلامی چه محور مقاومت و حتی نیروهای آمریکایی چرا هر سه تا دچار بحران شدن اول اینکه اون گروهی که این کار رو انجام داده مطمئنه که آمریکایی ها انتقام میگیرن و اونها رو مورد هدف قرار میدن برای همین خود گروه کتایب اعلام کرده ما از این به بعد دیگه هیچ حمله ای رو فعلا علیه آمریکا یا انجام نمیدیم و پرچم سفیدشون رو تکون دادن خب این نوشدارو بعد از مرگ سهرابه و قطعا آمریکایی ها انتقامشون رو میگیرن اما بایدن گفته مسئول این حملات ایرانه و ما انتقاممون رو از ایران هم میگیم برای همین ایران هم دستپاچه شده و اونها متوجه شدن که کار خیلی اشتباهی انجام دادن و حالا هر احتمالی براشون وجود داره حالا بیشتر توضیح میدم که این احتمالا چیه و چه چی کاری انجام میشه ولی چرا بحران برای آمریکایی حالا به وجود اومده بایدن تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته خب میگفتش حالا یه موشکی یه جایی خورده هیچ اتفاقی نیفتاده کسی هم کاری نداشت ولی وقتی که یک سرباز آمریکایی یا بیشتر از یک سرباز آمریکایی کشته میشه ماجرا فرق میکنه و اگر کاری انجام نده افکار عمومی توی آمریکا بیچارش میکنن یا الان که نزدیک انتخابات قطعا جمهوری خواها خیلی اذیت میکنن دموکرات ها رو و بایدن یه جورایی پیروزی انتخاباتی خودش یا حزبش وابسته به واکنشی که اینجا نشون میده حالا با این مقدمه ای که خدمتتون عرض کردم بیایم با همدیگه بررسی کنیم ببینیم چه سناریوهایی وجود داره آمریکا چطور میخواد انتقام بگیره ایران چی کار میخواد انجام بده نیروهای پروکسی چی کاری انجام میدن و در نهایت یک تحلیل با هم دیگه بریم و با هم بهتر دستمون بیاد که چه اتفاقی روی زمین در خاور میانه داره میفته اولین نکته که حتما باید به اون اشاره بکنم این بود که کتائب خیلی راحت گفتش که ما دیگه این کار را انجام نمیدیم و هیچ مشکلی با نیروهای آمریکایی نداریم تو خدا نزنید حالا تو خدا نزنید رو نگفته ولی خب در اون که صادر کردن معنیش اینه و نکته جالب دیگه هم که من دیدم همین الان تو اخبار منتشر شده که نیروهای آمریکایی گفتن تمام نیروهای کتای پایگاه خودشون رو دارن ترک میکنن و از اون مقرهای خودشون دارن خارج میشن چون مطمئن احتمالا آمریکایی ها عملیات انجام بدن و کنن تخلیه کردن تموم شد احتمالا البته نه که تخلیه کردن رفتن خونهشون و به یه شغل دیگه میرسن فعلا از اونجا میرن پایگاهشون رو عوض میکنن حتی ممکنه اسمشون عوض بکنن عملیات های خودشونو با یک اسم دیگه انجام بدن و از این کارا زیاد کردن نیروهای پروکسی و باز هم می‌کنن زمان ترامپ هم یادم وقتی که تونسته بودن یه سرباز آمریکایی رو بکشن یه همچین واکنشی نشون دادن و بعدا با یه اسمای عجیب غریب جدیدی عملیات خودشون رو انجام میدادن تا یه جورایی مثلا گردن نگیرن اگر اتفاقی افتاد یا آمریکایی‌ها اونا رو شکار نکنن پس این از کتایب کتایب رو فعلا میذاریم کنار بریم سراغ آمریکایی‌ها و ببینیم حالا اونا چی کار میکنن به نظر من که اینجا ثبت میشه و بعدا حالا میشه راستی آزمایش کرد حتما آمریکا یا انتقام خودشون رو میگیرن هم از نیروهای کتایب هم از نیروهای جمهوری اسلامی میگیرن و قطعا به خیال این مورد میشن یعنی بایدن نمیتونه این کارو رو بکنه وگرنه با مرگ سیاسی خودش مواجه میشه اما اینکه این انتقام چطوری گرفته میشه و چه ابعادی داره به داخل خاک ایران حمله میشه یا نه اینجا رو باید براتون بیشتر توضیح بدم به نظر من این انتقام چند موج داره و اینجوری نیست که فقط بیان یه سری از پایگاه ها یا منافع جمهوری اسلامی یا کتایب رو بزنن و برن آمریکایی‌ها سعی میکنن زیر ساخت جمهوری اسلامی رو توی کشورهای اطراف تا جای ممکن از بین ببرند تا دستش بسته تر بشه اتفاقی که داره برای یمن میفته اتفاقی که داره برای حزب الله میفته و حالا از این به بعد توی عراق هم شاهدش باید باشیم آیا این حملات به داخل خاک ایران انجام میشه یا نه من فعلا توی فاز اول و دوم یا حتی سوم بعید میدونم که به داخل خاک ایران حمله بشه کلا آمریکایی‌ها دوست ندارن به داخل خاک ایران حمله بکنن و اینو قبلا هم نشون دادن این حرفیه که خب ارزشیام میزنن و میگن آمریکایا دوست ندارن به ایران حمله بکنن جرأتشون ندارن اینها تا اینجا حرف من و با هم یکی بوده ولی یک تفاوت خیلی مهم داره اونها فکر میکنن آمریکایا میترسن به ایران حمله بکنن یا قدرت نظامی جمهوری اسلامی اینقدر بالاست که آمریکایا جرأت نمیکنن این حمله رو انجام بدن در صورتی که خب من توی این قسمت باهاتون مخالفم و سناریای خودم رو دارم که چرا آمریکایا حمله نمیکنن برای مثال میگم من تو ویدئویی که برای جزایر سگانه صحبت کرده بودم یا توی ویدئویی که در مورد شبیه سازی جنگ ایران و آمریکا صحبت کردم یا سناریوهای موجود رو بررسی کردم خیلی گفتن که خب اگر تو میگی آمریکا اینقدر قوی یا آمریکا همچین توان نظامی داره چرا تو این 44 ساله به ما حمله نکرده چرا نیومده بگیره بعضی از این دوستان خب خیلی دارن فانتزی فکر میکنن فکر میکنن مثلا پلی یک کشور تا نیروی نظامیش قوی تر بود بعد بره یه جا رو بگیره اگر اینجوری بود که مثلا خب آمریکایی تا الان 100 بار کوبا رو گرفته بود هزار تا کشور دیگه که شاید باش کوچیک و بزرگ در حال جنگ بود بعد میرفت میگرفت و اینجوری نیستش که مثلا بازی جنرال نیستش که بری تا روی نظامیت کامل شد بری یه کشور رو بگیری و به خودت الحاق بکنی اینجا دنیاست با مردم واقعی با قوانین خودش و اصلا اینجوری نیست روی زمین اما دلایل من چیه اولین اتفاقی که با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی میفته ناامنی منطقه‌ای توی خاورمیانه و این اصلا به نفع آمریکا یا نیست یعنی چی ببینید الان کشورهای منطقه همه با همدیگه یک بالانس خاصی دارن مثلا پاکستان با ایران افغانستان ترکیه عربستان این کشورها بین خودشون یه سری جاذبه و دافعه دارن که خودشون رو توی وضعیتی نگه میدارن اگر یکی از این قدرت ها از بین بره یا آسیب پذیر بشه قدرت های بعدی بالانسشون از بین میره و یا بالاتر یا پایین تر میاد و این یعنی شروع کلی جنگ توی خاور میانه یعنی با این اتفاق ممکنه طالبان هم پررو بشن و به قسمت های از شرق ایران حمله بکنن از اون بر آذربایجان و الهام علیوف و اردوغان فکرایی به سرشون بذاره عراق کاری بکنه گروه های جدایی طلبی که گوشه و کنار کشور وجود دارن فعالیتشون رو بیشتر بکنن ناامنی و بنگذاری چه توی ایران و چه توی بقیه جای خاورمیانه قطعا خیلی بیشتر میشه و یه جورایی شرایط توی خاور میانه به نقطه انفجار میرسه و این به نفع هیچ کس نیست به جز پوتین حالا بعدا راجع پوتین هم صحبت میکنم کامل نکته دوم این جنگ قطعا یه جنگ کنترل شده نمیتونه باشه یعنی مثلا آمریکایی چند تا نقطه از ایران رو میزنن خب قطعا سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم جواب میدن و یه سری پایگاه های آمریکایی رو میزنن و این یعنی شروع جنگ دیگه نمیشه بگید مثلا ما یه سری جاها رو میزنیم شما نزنید یا جمهوری اسلامی بگه ما یه سری از پایگاه شما رو میزنیم و شما جواب ندید این رفت و برگشت یه دفعه ممکنه که دامنه جنگ رو به صورت غیر قابل تصوری بالاتر ببره به اضافه اینکه خب پروکسی ایران هم هستن حزب الله هم هست حالا یمنی ها همچنان هستن نیروهایی که توی عراق وجود دارن نیروهایی که توی افغانستان هستن نیروهایی که توی پاکستان حتی وجود دارن همه اینا میتونه یک بحران امنیتی رو باز برای خابر میانه و آمریکایی تشدید بکنه و آمریکایی معمولا کاری رو انجام نمیدن تا زمانی که به صورت کامل ریسکش رو ندونن این اتفاق خوشایند هیچ کس نه توی آمریکا و نه توی اروپا نیستش نکته سوم که خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنید افکار عمومی ایران افکار عمومی ایران یا مردم ایران معمولا موافق آمریکایی هستند یعنی شما اگر با هر ده ایرانی صحبت بکنید من مطمئنم هفتا هشتاشون موافق آمریکاییان یا حس بدی نسبت به آمریکایی ها ندارن برعکس عرب ها که این شرایط اصلا توشون خیلی متفاوته و کلا ملت های عرب خیلی ضد اسرائیلی و خیلی ضد آمریکایی هستند برعکس دولت هاشون دقیقا این شرایط توی جمهوری اسلامی و توی ایران برعکسه یعنی ملت بیشتر موافقن با نیروهای آمریکایی یا خود کشور آمریکا یا غربی ها ولی دولت مخالفه حالا اگر جنگ اتفاق بیفته و آمریکایی‌ها زیر ساخت ایران رو بزنن یا حملاتی انجام بدن که قطعا ایرانی هایی کشته میشن اینجا و این احساسات ضد آمریکایی رو توی افکار عمومی ایران تحریک میکنه و بالا میبره و خب قطعا آمریکایی ها و اسرائیلی دوست ندارن این جو احساسی به ضررشون بشه و این رو فعلا لازمش دارن در آینده نکته چهارم اگر جنگ بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته یعنی تمام شدن ایران یعنی زمین سوخته بودن ایران و این خیلی بده یعنی خود نیروهای سپاه هم میدونن که اگر جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیره ایران حداقل 2300 سال عقب میفته یعنی کل زیرساختش رو ممکن از دست بده قدرت نظامی که تا الان با این همه هزینه به دست آورده رو از دست بده و عملا سقوط نظام که خب طبیعیه ولی بدتر از اون اتفاقاتی ممکنه بیفته که این کشور دیگه نتونه به شکل یک کشور کامل باقی بمونه و این اصلا به نفع آمریکایا نیست یعنی آمریکایا همچنان ایران رو دوست دارن و منتظرن برای حکومت بعدی ایران برنامه‌ریزی داشته باشن چون این حکومت هم میتونه جلوی چین بیسته هم میتونه جلوی روسیه بیسته و مردم ایران یه جورایی متحد آمریکا یا میتونن باشن برای همین آمریکایی اصلا دوست ندارن از ایران یک زمین سوخته بسازن این کشور با این منابع با این استعدادها و با این مردم همچنان میتونه در آینده به یک کشور مفید تبدیل بشه پس با از بین رفتن جمهوری اسلامی که خب هزینه خیلی زیادی برای امنیت خودش کرده و حتی امنیت منطقه مطمئن باشید منطقه به آتش کشیده میشه توسط این همه عراضلی که اطراف ایران و جمهوری اسلامی وجود دارن و این دودش تو دو چشم آمریکایان میره و منافع اونها رو هم به خطر میندازه و بزرگترین اشتباهی که یه سری تحلیلگرایی که احتمالاً یکم توی فضا سیر میکنن و قبل از تحلیلشون صنعتی و سنتی رو با هم مخلوط میکنن اینه که حمله نکردن آمریکا به ایران رو بر مبنای ضعف ها یا حتی ضعف بایدن میذارن بعضیها فکر میکنن که خب درسته که بایدن دچار زوال عقل شده و مشکل داره ولی فکر میکنن مثلا بایدن قطعا بایدن باید تصمیم بگیره و این کار نمیکنه توی آمریکا سیستمی که تصمیم میگیره و رئیس جمهورها بخش کوچیکی از سیستم هستن آمریکای بایدن همون راهی رو داره میره که آمریکای ترامپ داشت میرفت و حتی قبل از اون آمریکای اوباما و قبلترهاش دوتا تا نکته دیگه هم حتما باید بهتون بگم درسته که خیلی ها بایدن رو آدم ضعیفی میدونن و فکر میکنن تا زمانی که اون وجود داشته باشه احتمالا عملیات بزرگی انجام نده و حیثیت آمریکایی رو ببره ولی من یه مقدار با این قضیه مشکل دارم من فکر میکنم ممکنه یه جایی بایدن همه رو سپرایز بکنه و یک عملیات بزرگ هم انجام بده چیزی که هیچکس انتظارش رو نداره و این اتفاقا میتونه نقطه قوتش باشه پس درسته که واقعا بایدن دوچار زوال عقل شده و مشکل داره ولی مطمئن باشید هنوز هم کارهای بزرگی از دستش برمیاد که احتمالا میتونه هم برای جمهوری اسلامی و هم ایران خطرناک باشه اما نکته دوم که حتما باید بهتون بگم خیلی فکر میکنن اگر ترامپ بیاد خیلی وضعیت آمریکا متفاوت میشه و قطعا آمریکای ترامپ ممکنه به جمهوری اسلامی حمله بکنه و شرایط خیلی فرق میکنه من با این هم مشکل دارم و به نظر من ترامپ هیچ وقت این کار را انجام نمیده ترامپ بیشتر از این که عامل آمریکا باشه به نظر من عامل روسیه است و برنامه هاش در جهت منافع روسیه انجام میشه همین الانم هم گفته اگر من رئیس جمهور باشم کمک نظامیم رو به اوکراین قطع کنم و جنگ اونجا رو تموم کنم خب تموم کردن جنگ اوکراین یعنی چی یعنی پیروزی روسیه دیگه این چیزیه که پوتین میخواد اما اگر فکر میکنید مثلا ترامپ بیاد خیلی واکنش عجیب غریبی نسبت به جمهوری اسلامی انجام میده به نظر من نه این اتفاق هم نمیفته حتی اون شلیکی هم که به قاسم سلیمانی انجام شد در جهت منافع روسیه بود اینو من یه روزی با سند و مدرک بهتون اثبات میکنم و بهتون میگم دلایلم چیه هنوز مدارکم کامل نشده و نمیخوام روی هوا بهتون بگم ولی این جمله رو از من داشته باشید و منتظر باشید یه روزی بهتون اثبات بشه ترامپ اگر میخواست به جمهوری اسلامی حمله بکنه بعد از اینکه جمهوری اسلامی عین الاسد رو مورد شلیک قرار داد باید یه واکنشی نشون میداد ترامپ هیچ وقت به جمهوری اسلامی حمله نمیکنه چون خودش از اون آدمایی که مخالف جنگه حتی زمان جنگ ویتنام هم یکی از بزرگترین مخالفین جنگ آمریکا با ویتنام بوده و کلا آدم جنگ طلب اینجوری نیست فقط سیسشون میاد یا ادا در میاره برای اینکه احتمالا بتونه مثلا امتیازهایی بگیره یا دیگران رو بترسونه پس خیلی روی ترامپ حساب نکنید فکر نکنید اگر ترامپ بیاد خیلی شرایط متفاوت میشه درسته فشارهای اقتصادی بیشتر میشه به جمهوری اسلامی یا فشارهای دیپلماتیک بالاتر میره ولی اگر منتظر جنگید به نظر من جنگی با وجود ترامپ اتفاق نمیافته ضمن اینکه به نظر من اگر قرار یه روزی اتفاق خوبی توی ایران بیفته اول باید تکلیف پوتین مشخص بشه و این همسایه بدذات بدعهد شمالی ما یا ضعیف بشه یا از بین بره تا ما بتونیم روزهای روشنی توی این کشور ببینیم وگرنه تا زمانی که این روسیه در این نقطه با این شرایط وجود داشته باشه هیچ وقت مردم این کشور آب خوش از گلوشون پایین نمیره امیدوارم با این ویدیو یه مقدار ذهنتون رو قلقلک داده باشم و نکتهای جدیدی بهتون گفته باشم حتما کامنتاتون رو میخونم نظراتتون خیلی برام مهم و ارزشمنده با هم دیگه میتونیم بحث بکنیم تا بیشتر ذهنمون با هم دیگه نزدیک بشه تا ویدئوی بعدی خدا نگهدارتون